بیولوژی بچه های فارمسی پست ترنسلیشنال مودیفیکیشن. سه نفر هست. اولا مودیفیکیشن یعنی دستکاری کردن، ترنسلیشن یعنی ترجمه، یعنی امارنه بشه پروتئین. ما الان پروتئین ساخته شده میخواییم پست، یعنی میخواییم پروتئین دستکاری کنیم. دستکاری که... پروتئین داره. آره دقیقا منظورش که پروتئین مودیفیکیشن. میخواییم ببینیم دقیقا چیان، انواعشون چیان. نقششون اینه که فورمینگ ده کارک کانفورمیشن، کانفورمیشن یعنی ساختار کانفورمر خوب و صحیح، رگولیتینگ اکتیویتی دارن، دگردیشن استابیلیزیشن یا باید تجزیه بشن، یه تیکه هایشون بشکنه تا کارک بشن، یا بایستی کلا پایدار بشن. من دیروز برای شما پرو انسولینا کشیدم، من فکر کنم اینو گفتم. پروتئولایتیک مودیفیکیشن، کلیویج اف سیگنال سیکونس، کلیویج اف ان ترمینال امینو اسید و گاهی اوقات پرزرجر پروتئین اکتیویشن. پروتئولایتیک مودیفیکیشن، این ستا رو باید حفظ کنیم. مودیفیکیشن هایی که میشکونه پروتئینا یا میشکونه سیگنال سیکونس رو. بچه‌ها سیگنال سیکونس مثلا میگه سیگنال سیکونس تو میتوکندریا، سیگنال سیکونس تو پروکسیزوم، سیگنال سیکونس تو لایزوزوم. گاهی اوقات ان ترمینال امینو اسید سیکونسمونه. بچه‌ها ان ترمینال یعنی چی؟ مگه امینو اسید یه سر کربوکسیل یه سر آمین نداره؟ منظورش اینه که از سر آمینی یه امینو اسید نشسته. اگه من امینو اسیدو بشکنم، امینو اسید پروتئین فعال پیدا می‌کنم. و یا پرسرجر پروتئین اکتیویشن، پروتئینا رو اکتیو می‌کنم. مثلا ما دیروز یاد گرفتیم تو مرحله ترجمه تی آر ان ای احتیاج به امینو اسید اکتیو شده داره، درسته؟ اون وقت اون پروتئین اکتیو یا امینو اسید اکتیو میشه توسط مصرف ATP. ادامه میدیم. کلیویج آف سیگنال سیکونس داره اینجا براتون شکلشو میکشه. برای شما مهم نیست، فقط نام بتونید نام ببرین. اوکی، حالا گفته که the first amino acid of protein is methionine. چرا؟ چون کدون IUG داریم. IUG با کی کد میشه؟ methionine. After translation it can be enzymatically cleaved later. It changed the half life of the protein. half life protein تغییر میکنه. حالا کار نداری، اینو گفته مال بعدی. اکتیویشن ان اینکتیو پرسرجر پروتئین ها، بعضی اوقات اکتیویشن توسط انزایمه. مثلا پپسینوژن میشه پپسین، توسط آنزیمی که میاد این کارا میکنه. میتونین پپسینوژن کجاست؟ تو پانکراسه، تو پانکراس یا لوزول مداز. بچه پپسین کجاست؟ تو معده، توی هم معده هم روده، دئودنوم، در دئودنوم یا دوازدهه یا اثنا عشر. اوکی بچه ها، پپسینوژن چرا داخل لوزالمعده یا پانکراس این اکتیوه؟ Because if the pepsinogen will be activated within the pancreas, what's happened is damage to the tissue of pancreas. وقت به این میگن سرطان لوزالمعده. گرفتین چی شد؟ And the person die within one month. چرا؟ فکر کن پانکراسه، داخل پانکراس چه انزایمایی داریم؟ پپسینوژن، لیپیز، پپتیدیز، کربوهیدراتیز، دیگه چیا داریم؟ بیکربنات داریم، یالون بیکربنات داریم. اینا انزایم های داخلن، هورموناش اینسولین و گلوکاگونن. اوکی، انزایم های داخله. بچه ها، the pancreas is an endocrine gland or is an exocrine gland؟ شما شد یاریو؟ پانکراس اگزوکراین یا اندوکراین؟ اندوکراین. اندوک، what does it mean endocrine؟ What does it mean exocrine؟ بچه ها انواع کراین ها را نام ببرین. اندوکراین، اگزوکراین، پاراکراین، آوتوکراین. فرقشون با هم دیگه چیه؟ اگر این سلوله، بذار من بگم، خب اینجا سلول اندوکراینه، ایشون ترشح میکنه به بلاد. شما این شکل را میکشید، نورتن کامل خواهید گرفت. بگو سلول، قده، هر چیزی ماده تولیدش برزه به خون و از خون بره به یه تارگت دیگه، اون وقت به این میگن اندوکراین یا قدرت درون ریز. اندوکراین به فارسی چی میشه؟ درون ریز. درون کریخ، درون خون. اگزوکراین یا برون ریز، وقتی که سلول برزه داخل لومن، ماده تولیدش برزه داخل کی؟ لومن. مثال بزنید. یه قده برون ریز نام ببرید. نه بچه، آیا قبول دارید که پلاسنتا عزیزم، پلاسنتا یعنی چی؟ یعنی جفت بچه. بچه جفت بچه چی تولید میکنه؟ پروژسترون. همونجا میرزه داخل رحم، میرزه دور بچه، نمیرزه تو خون. نو بلاد هیر. برای شما مهمه که بگین که تو اگزوکراین نو بلاد. بگو نو بلاد. تو خون نمیره. پاراکراین، وقتی که این سلول ماده را ترشح میکنه، آمیده به سلول مجاورش، به نیبرهود. میده به کی؟ نیبرهود.
بعد اوتوکران این سلول ترشح میکنه و به خودش بر میگردنه که اینجا مخصوص کیاست؟ تومور سل. مخصوص کی؟ تومور سل. پس یه بار دیگه بگو اندوکراین تو بلاد، اگزوکراین تو لومه نو بلاد، پاراکراین تو ده نیبرهود سل، اوتوکراین تو ایت سلف، تو ایت سلف. مثلا تومور خودش خودش رو تحریک میکنه که رشد بشه. حالا میگه انزایم اکتیویشن پپسینوژن به پپسین. سوالم این بود که پانکراس چیه؟ این یه خیلی سوال خیلی مهمه، میاد زیادا. پانکراس قسمت اندوکراین و قسمت اگزوکراین هر دو رو داره. بچه این شکل پانکراس، شکل نوک منقار یه پرنده میمونه، اوکی؟ بعد دقیقا اینجا جزایر لانگرهانس. جزایر چی؟ لانگرهانس. بهش میگن لانگرهانس آیسلند. لانگرهانس آیسلند. بعد اینجا داخلش سلولای آلفا، بتا و گاما هست که اینسولین ترشح میکنن. بگو اینسولین، گلوکاگون و و یکی دیگه که خیلی مهمه، اینسولین، گلوکاگون، نه سه داره اولش، سایتوزین و سوماتوستاتین. سوماتوس تاتین. تا اینجا شک دارم، بعد از آرمان بپرسیم. حالا قدرت برون ریزش، بچه‌ها برون ریز مگه نمیگه تو لومن؟ مگه نمیگه تو لومن؟ داره لیپیز، بیکربونیت، آنزیم‌های گوارشی، بعد نام ببری پروتئیز، کربوهیدرات، بگو ایز، اینا رو همه رو ترشح میکنه تو کدوم لومن؟ به لومن دئودنوم. به لومن چی؟ دئودنوم. پس این پپسیناژن هم میاد داخل کجا؟ دئودنوم. پروهورمون، هورمون، کانورژن. پروهورمون بره به هورمون کانورژن. دیروزم گفتم این الان هورمون اینسولینه سه تا پپتاید داره. بگو پپتاید آ، ب و سه. بچه ها این ب و سه گفتم به چه حالتی به هم دیگه باند شدن؟ سولفید باند، بریج، دی سولفید بریج، سولفور بریج، پل سولفوری. خودش هم به خودش محکم میشه، از این ورم ایشون به خودش کمربندش رو میبنده محکم میشه، ولی ایشون ولوه اینجا. به این میگن پیری پرو اینسولین. بگو پیری پرو اینسولین. پیری پرو اینسولین. اگر اینجا رو من بیام کات کنم، دارم پروتئولایتیک میکنم، اینجا رو کات کنم، به این میگن خود انسولین. میگن چی؟ خود. حالا میگه پیری پرو اینسولین میشه اینسولین، پرو هپسیدین میشه هپسیدین. شما کاری نداره، این برای شما مهمه، از پرو هورمون به هورمون کانورژن. رترو وایروس پلی پروتئین سینتزیس. بچه رترو وایروس، یه رترو وایروس نام ببرید. باز مهمترین رترو وایروس کیه؟ رترو وایروس ایدز. ایدز بچه ایدز یا اچ آی وی، میدونین اچ آی وی مخففه چیه؟ باید بدونین. Human immunodeficiency virus. اوکی؟ نقص ویروس ویروس نقص ایمنی اکتسابی. The HIV polyprotein is cleaved by retrovirus. ببین این الان پولیپروتئینه. این چی الان؟ پولیپروتئینه. یا الان پروتئین داره. این کارش کیه؟ کلیف کردنه. کلیف کردنه کی عزیزم؟ HIV. بعد پس توسط کی اچ آی وی کلیپ شد؟ پلی پروتئین. بگو پلی پروتئین. هیت شوک پروتئین ها یا اچ اس پی ها همون چاپرون ها هستن. دیروز گفتم کار چاپرون چیه؟ کمک کردن. بچا چاپرون از لغت فارسی چاپار به معنای چاپارخانه یا تیمار اسب میاد. اوکی؟ چاپرون ها کارشون کمک کردن به پروتئین، یا فولد میکنن یا آنفولد میکنن. فولد یعنی بله، فولد یعنی چی؟ یعنی میپیچوننش. ببین الان این الان یه پروتئین این مدلیه، میخواد از این چنل رد بشه، میتونه؟ نه. یه سری چاپرون میاد اینجاها قرار میگیره، بعد ایشون آنفولد میشه، رد میشه. وقتی که اومد این طرف اینجا برای که ولو نباشه، دو مرتبه چاپرونا میان ایشونو تبدیل میکنن به اون فولدی که بود. پس دارن اینجا آنفولد میکنن، اینجا دارن فولد میکنن. هم فولد هم آنفولد کار چاپرون ها. چرا بهش میگن هیت شوک پروتئین؟ چرا میگن هیت شوک پروتئین؟ چون پروتئین هایی هستن که بر اثر هیت و شوک گرمایی شروع به کار کردن میکنن. بعد گفته که نان کووالنت. چرا؟ چون اگه کووالنتلی باند بشن که نمیتونن هی راحت ایزیلی شکسته و بسته بشن. فانکشن فورمینگ نوکلئوزوم. ایجاد کردن چی؟ نوکلئوزوم چیه؟
همون 4 تا هیستون 8 تا هیستون اوکتامر با دو دور دی ان ای دورشه. گفته یکی دیگه از کارهای چک پروتئین ها فولدینگ دی نیولی سینتتایز پروتئینه، فولد کردن. یکی دیگه از کارهاشون پریونت اگریگیشنه، وقتی اینجا بازش کرد دیگه نمیذاره این دوباره اگریگیت بشه. اگریگیت یعنی تجمع پیدا کنه، یعنی رو هم دیگه بیفته. حالا فرض کنین که من دارم تزریق میکنم هورمون اینسولینا، هورمون اینسولین پلی‌پپتیده. خب اگه که داخل این ویالای که تزریق مگه نمیکنن هورمون اینسولینا، اگه داخل ویالا هیچ چک پروتئین به دیواره نباشه، هورمون اینسولین به دیواره شیشه آمپولش میچسبه، اگریگیت میکنه. وقت میان هیچ چک پروتئین ها رو به صورت یک لایه داخل شیشه آمپول چیز میکنن، سنتز میکنن. خیلی سیستم جالبیه. وقت هیچ وقت به دیواره نمیچسبه، تو میخواد بره به دیواره میاد وسط دوباره. تا پس یه بار دیگه فانکشن هیچ چک پروتئین ها رو ریویو کنین. فورمینگ نوکلئوزوم یعنی باعث کاندنس شدن میشن اونجا، فولدینگ نیو پروتئین و پریونشن آف این بچه این فورمینگ، این چیه؟ فولدینگ. قاطی با هم نکنیم. فورم ده نوکلئوزوم، فولد ده پروتئین، پریونت اگریگیشن. خیلی مهمه. میریم بعدی دیسولفید بریج. اولا یاد بگیرین که این SHSH سر آمینو اسیدیه به نام سیستئین، سر آمینو اسیدیه به نام سیستئین. حالا سیستئین چه شکلیه؟ سیستئین کربوکسیل کربن انهایسه مثبت کربن SH. بچه ها به SH میگن چی؟ تیول. میگن چی؟ تیول. اگه یه SH دیگه این بر کربن کربن کربوکسیل آمین باشه، این دوتا میان با هم دیگه دوتا هاش میدن بیرون، اون وقت میشن سولفور بریج. فهمیدید شو؟ اینجوری. پس سولفور بریج توسط چی ایجاد میشه؟ خیلی واکنش مهمیه. بگو. خیلی مهمه. بهش میگن دیسولفید با این کنفرم بیت میدن تو امینو اسید چی؟ سیستئین رزیجو. سیستئین رزیجو. رزیجو یعنی دامنه، یعنی ادامه. حالا دیگه اومده استفاده هاش رو گفته، مثلا پروتئین سولفید رو گفته و این حرفا. مولکولار بیولوژی آف پرمینگ، کات دی سولفید باند ویت ریدیوسینگ ایجن هیت اند مویسچر، کات دی هیدروژن باند اکسیدایزینگ ایجن ریفورمینگ. این داره مسخره بوده، میگه اول مثلا این ماش صاف صاف بود، بعد با گرما و چیز با باندای هیدروژن دادن به هم دیگه، بعد اینا اینجوری شدن آخر سر به خاطر سولفید بریجایی که ایجاد شد. مسخره بازی. بعد پست ترانزیشنال مودیفیکیشن اف اینسولین ها میخواد به شما توضیح بده. این الان همون پلیپپتید ای و بی و سیه که اینا الان چون به هم دیگه باند چی دادن؟ سولفور بریج دادن به هم میمونن، ولی این یه تیکه که نداده داره کلیف میشه. میبینی؟ داره چی میشه؟ کلیفت آوت میشکافه میره بیرون. گلایکوزیلیشن. بچه گلایکوزیلیشن یعنی اد کردن قند، یعنی کربوهیدرات چین یا همون گلیکان باند بشه به پروتئین. مخ اسمش میشه گلایکو پروتئین. The localized on the outer side of the protein solubility increase. بچه پروتئین زیاد سولوبل نیست. مثلا تخم مرغ که آلبومین داره، آلبومین تو آب حل میشه پختش؟ نه. مثلا کراتین مو حل میشه تو آب؟ نه. چجوری پس میتونیم این گلایکو پروتئین ها سولوبلن؟ چون گلایکو پروتئین سر شوگر داره، سر قند داره. خب قندم که تو آب حل میشه، پس increase mainly secreted and membrane bound protein داریم. بیشتر گلایکوپروتئین ها سیکرت میشن از سمت گلژی. از کجا سیکرت میشد؟ همیشه بیرون از گلژی، از گلژی آپاراتوس میره تو سل ممبرین و همینجا ممبرین بان پروتئین هم داریم. چی؟ رول اف گلایکوزیلیشن. نقش گلایکوزیلیشن چیه؟ اینکریز سولوبیلیتی، اینکریز و دیکریز اگریگیشن. اگریگیشنشون هم کم میشه، پروتئینا رو هم دیگه نمیافتن به هم دیگه بچسبن. بعد میگه اسمال مولکول اینتراسلولار سیگنالینگ برای سیگنال کردن استفاده میشه. حالا سیگنالینگ یعنی چی؟ ها؟ سیگنالینگ یعنی چی؟ من میام در خونه شما رو میزنم، یه پیغام فوت خدای نکرده میدم، عواقبش چیه؟ این تو سرش میزنه، این به اون میگه، اون تو سرش میزنه، اون به اون میگه، آخر سر اینه که آمپلیتود میشه، آمپلیفای میشه، تمام خانواده و اعضا میفهمن که یک نفر مرده. پس شد یه پیغام اومد، تق تق، عذر میخوام، فلانی مرد. این به اون میگه، اون به اون میگه، اون به اون میگه، همه به هم میگن، همه میفهمن. درسته یا نه؟ من همیشه میگم سیگنالینگ یعنی پیغام رسانی. یه هورمون انسولین در میزنه، میگه گلوکوز رفته بالا، بیا منو ترشح کن. ژن شروع میکنه یک عالمه هورمون انسولین ترشح کردن. افتاد شو؟ یه پیغام میاد، باعث چی میشه؟ آمپلیفیکیشن. آمپلیفیکیشن یعنی
زیاد یعنی زیاد کردن، این تقویت کردن. حالا میگه که سیکرتت پروتئین پروتکشن فرام دگریشن، باعث ما پروتک کنیم اون پروتئینی داشته باشه که دگرده نشه، تجزیه نشه. اون پروتئین باعث اسپسیفیتی اف پروتئین پروتئین اینتراکشن داشته باشه، نه رو به هر خری حرف بزنه، بعد با یه پروتئین مخصوص اسپسیفای حرف بزنه. بعد میگه سلولار ادهیژن گلایکوزیلیشن باعث سلولار ادهیژن میشه. ادهیژن یعنی چسبندگی، به همین به سلولای خاصی میچسبه. و مولکولار ولیوم کن اینکریز، وقتی من یه پروتئین کوچولو اینقدری دارم، یه دوم شوگر داشته باشه، حجمش زیاد نمیشه. یه بار دیگه بگو نقش گلایکوزیلیشن چیه؟ سولوبیلیتی رو زیاد، اگریگیشن رو پژمان کم میکنه، اینتراسلولار سیگنالینگ راه میندازه، باعث سلولار ادهیژن میشه یا نمیشه؟ میشه. حجم کم میکنه یا زیاد؟ گلایکوزیلیشن اینکریز میکنه، ولیوم اینکریز. این صفحه خیلی مهمه، قشنگ میتونه بگه what is the role of glycosylation on the protein. پس گلایکوزیلیشن یه نوع چیه؟ پست ترانسلیشنال مودیفیکیشنه، بس رو پروتئین داره این کار انجام میشه. حالا انواع گلیکوزیلیشن بچه ها، ان گلیکوزیلیشن، او گلیکوزیلیشن، خب دو نوع داریم، خودکار من کو. حالا او گلایکوزیلیشن و ان گلایکوزیلیشن، قبوله؟ بچه ها او گلیکوزیلیشن بین قند، بذار نظر خوب میگیره، بین قند و سر او اچ آمینو اسیده و سر چی؟ او اچ امینو اسید. ان گلیکوزیلیشن بین قند و سر آمین امینو اسیده. برای این ما معمولا سرین رو مثال میذاریم، آمینو اسید سرین. نگاه کنید سرین چه شکلیه؟ کربوکسیل کربن آمین کربن او اچ. این او اچ میاد با یه قند دیگه که اون قندم احتمالا یه جا این وراش یه او اچ داره، یه مول آب میده بیرون، وقتی به این باند میشه، اون وقت به این میگن او گلایکوزیلیشن. حالا ان گلایکوزیلیشن معمولا با آمینو اسیدی به نام آسپاراژین کربوکسیل کربن آمین سی سی دوگانه او آمین. این ان هایسه میاد با یه قندی که اینجا قرار داره و اینجا هم یه حالت هاش دو او هاش داره، این او هاشا با هاشا میدن یه آب بیرون، به این میگن ان میمونه، به این میگن ان گلیکوزیلیشن. نکته چیتینگ یادتون میدم، او گلیکوزیلیشن رو پروتئین های انجام میشه که وانس تو گو اوت اف د سل، ان گلیکوزیلیشن رو پروتئین های انجام میشه که میخوان بمونن اینساید د سل. گرفتید شو؟ تو گو اوت، تو کام این، این فرق ایناست. فرق دیگه بچه ها، کی پروتئین داره میفرسته بیرون؟ گلجی. مگه کار گلجی سیکرت کردن وزیکل نیست؟ اون وقت او گلیکوزیلیشن هپنز آن د گلجی. ولی انگلیکوزلشن سایتوزول راف اندوپلاسمیک رتیکولوم هر جایی میتونه اتفاق بیفته. پس انگلیکوزلشن گفته ده گلیکان، گلیکان چی بود؟ همون قنده. میگه گلیکان بان میشه با سر نیتروژن اتم آسپاراژین، که من آسپاراژین کامل براتون کشتم، امیدوارم متوجه شده باشین، چون ترم دیگه تو سال دیگه تو کیمیا بعد نتونین توضیح بدین بکشین. بعد گفته تو ان استاتیل گلوکوزامین دولیکول کاری مولکول سیلابوس اینا نگاه کنید اینجا رو، اینجا فرمیشن رو لازه بامونه گلیکوزیلیشن رو میخوام باقت شما خیلی بیشتر از بچه های پزشکی الان بایولوژی داریم میرسیم. نگاه کنید الان اینجا رو، برای که خیلی بیشتر داریم. این الان ان گلیکوزیلیشن بین آسپارژین و یه قنده، قنده الان گلوکوزه، این ان اومده اینجا بینش باند شده، الان این سرینه با سر او باند شده، بخاطر این میگن او گلایکوزیلیشن، میگن ان گلایکوزیلیشن، دوزاریا کاملا افتاد. حالا برای این ان گلایکوزیلیشن ما داستان داریم، یه کسی الان این رایبوزومه، میبینی ام ار ان ا داره پروتئین سنتز میکنه، این الان پروتئین سنتز شده است. بعد داخل این همون اندوپلاسمیک رتیکولوم ممبرین رسپتوری هست به نام دولیکول، که اینجا داره میگه دولیکول پایروفوسفیت کریر مولکول. این دولیکول اومده با دو تا فسفات، دو تا دونه از این مربعات که کیان اینا، ان استاتیل گلوکوزامین. حالا ان استاتیل گلوکوزامین چیه بچه؟ این الان گلوکوزه، اگه اینجا او اچ باشه، اگه اینجا یه نیتروژن بشینه بعد گروه استیل بشینه، میگن ان یعنی رو ان استیل نشست و این گلوکوزه و کلا رو آمینه، میگن ان استیل گلوکوزامین. بگو ان استیل گلوکوز رو آمین. اون وقت دو تا مولکول از اینا اینجا نشست. بعد به این مربع ها میگن مانوز، اینا دقیقا تعدادش 9 تاست،
تعدادش چند تا؟ 9 تا. 4 تا و 3 تا، 7 تا با 2 تا، 9 تا. با 2 تا 3 تا دونه از این چیزا گفته 3 تا گلوکوز اینجا میشینن. بعد این به این کل این ما الان اینجا هیچ چیز دیگه نگفته برای مدیسنا، ولی داره به شما میگه به کل این ما میگیم گلیکان. میگیم چی؟ گلیکان. بعد این گلیکان میاد این دولیکول اینو ول میکنه. چرا میگه پایروفوسفیت؟ چون دو تا فوسفیت داره. اولیگوساکارید ول میکنه، اولیگوساکارید میاد به آسپاراژین باند میشه. میبینین به کی باند شد؟ به آسپاراژین. خودش اونجا تنها میمونه تا قند بعدی بیاد. خب الان من یه پروتئینی دارم که شکر داره، این چون شکر داره سولوبیلیتیش اینکریز شد. امیدوارم فهمیده باشین داستان دولیکول و دو تا دونه ان استاتید گلوکوزامین و سه تا گلوکوز چیه. بعد گفته فولدینگ اند اکسوسلولار ماتریکس، وقت باعث میشه که این در آینده تو مرحله بعد اینجوری پیچاتابم بخوره، فولد بشه. این داستان داره اینجا به این حالت اون 9 تا و 3 تا و 2 تا رو داره اینجوری خیلی گنگی بیان میکنه. خب ببینید رنگا رو اعلام کرده. بعد این الان کیه؟ دی پی پی دولیکول پایروفوسفیت. دی پی پی چیه؟ دولیکول پایروفوسفیت. حالا او گلیکوزیلیشن من گفتم با سر سرینه، درسته؟ اکستراسلولار ماتریکس یعنی اونجا هست سیکرتد پروتئین. بعد نمیدونم چی گلجی آپاراتوس انجام میشه. اینم الان دیگه اینجا اونم نگفته دیگه، فقط گفته گلیکوزیل ترانسفرید، گلیکوزیل قرار ترانسفر بشه. که اینا الان گلیکوزیل رو سرینه، قند ان استاتیل گلوکوزامین اومد رام نسته چی؟ سرین. اینا شکلش اینجوری خیلی بد کشته، اونطوری که من کشتم خیلی راحت تر میتونید متوجه بشین در آینده. ریورزیبل بیندینگ آف اسمال گروپ، فوسفوریلیشن، متیلیشن، استیلیشن. اینا چی هن؟ مگه ما الان تو تاپیک کی هستیم؟ پوست ترانسلیشنال مودیفیکیشن. بگو پوست مودیفیکیشن. یکی از این مودیفیکیشن که فسفر اد کنم رو پروتئین. چی اد کنم؟ فسفر. وقت فسفر که اد کنم بستگی داره، گاهی اوقات اکتیف میشه، گاهی اوقات جنبه نداره، دی اکتیف میشه. پس ایت دیپندز. اوکی اگه تو امتحان گفتش که فسفوریلیشن مینز اکتیویشن اور دی اکتیویشن، شما باید بگی این دیپندز. متیلیشن. بچه تو دی ان ای ریپیر دیدین متیله شد، دی ان ای، دی ان ای متیله شد. حالا اگه پروتئین متیله بشه غیر فعال میشه. گفته استیلیشن، مثلا شما پروتئین های هیستون رو استیله کردین، وقت چی شد؟ هیستون استیلیشن. اگه پروتئین های هیستون تو ساختار نوکلئوزوم استیله بشن، آیا دیگه میتونن نه آیا دیگه میتونن دی ان ای رو نگه دارن؟ نه. پس دی اکتیو میشن. گرفتی چی شد؟ ایت دیپندز. ترانسکریپشن اکتیو میشه. ترانسکریپشن آغاز میشه. چرا؟ چون ساختار نوکلئوزوم داره ناپایدار میشه. در واقع هیستون داره اکتیویتی از دست میده، دیگه نمیتونه فولد کنه. پس استیلیشن، متیلیشن، فسفوریلیشن، سه مدل چیان؟ پست ترانسلیشنال مودیفیکیشن. همشون هم ریورزیبلن، با سیر انزایم انجام میشن. کووالنت بوند شاید میدن ولی دوباره تو کنده میشن. دو تا انزایم سیستم هم براشون داریم. حالا فسفوریلیشن، دفسفوریلیشن، این خیلی سوال مهمیه. پروتئین کاینیز و فسفاتیز. پروتئین کاینیز یعنی چی؟ نفس عمیق بکش. پروتئین کاینیز یعنی چی؟ بچه کاینیز یعنی اد فسفیت. بگو اد فسفیت. حالا من فرض کنم یه پروتئین منه، اگر این تهش سرینه، سرینه میشه سرین کاینیز. اگه این ته هم ترئونینه، تی اچ آر میشه چی؟ آمینو اسیدی به نام ترئونین. اگه ترئونینه میگن رو ترئونین فسفیت اد شد، میگن ترئونین کاینیز. اگر این ور من تایروزینه میگن تایروزین کاینیز. پس چند مدل کاینیز داریم؟ سه مدل، سرین، ترئونین، تایروزین. شما میتونید اینجوری حفظ کنین سر تیر تهر، سر تیر تهر. بگو سر تیر تهر یعنی سه مدل پروتئین کاینیز. بعد دونور ای تی پی احتیاج و مصرف انرژی رو اینا میکنند و این حرف. شما این یه تیکه مهمه. How many protein kinase do you know؟ سر تیر تهر، سرین، تایروزین، ترئونین. تی اچ آر میشه ترئونین، تی وای آر میشه تایروزین. نه پی اچ آر. الان این سرینه یه ای تی پی مصرف میکنه، این فوس میشه ای دی پی، اون وقت فوسفیت ای تی پی، نه خود آدنوزینش ها، فوسفیتش میاد رو اینجا میچسبه. قبوله؟ حالا دو جمعه. بعد حالا اگه بخواد برگرده یه آب میاد فسفت، یعنی برعکس کینیز ها همیشه کیان؟ فسفاتیز. بچه ها فسفاتیز یعنی ایز ده فسفت، یعنی بکشن فسفت ها. قبوله؟ میاد استیلیشن ده استیلیشن، که اینجا باید فقط هیستون رو توضیح گفته. هیستون استیل ترانسفراز ان هیستون ده استیلاز رگولیشن آف جن اکسپریشن.
اگه من میخوام ژن اکسپرشن انجام بشه باید هیستون رو استیلک کنم، اگه میخوام انجام نشه باید استیلک کنم. اون وقت دارو دادیم و میخوایم طرف رشدش بدیم، هیستون رو استیلک میکنیم، میخوایم دارو رو تومور رو متوقف کنیم، ده استیلک میکنیم، چون ده استیلکشن باعث میشه که کاندنس بشه دیگه، ژن اکسپرس نمیشه دیگه، ترانسکریپت نمیشه، درسته؟ ادامه میدیم. متیلیشن و دمتیلیشن. متیل گروپ از اتش تو آرژینین یا لیزین. بگو متیل فقط به آرژینین و لیزین، این دوتا چند دوتا امینو اسیدن. متیل ترانسفریز میخواد انزیم و تیپیکال هیستون پروتئین و اپیژنتیک. دو مرتبه هیستون ها میتونن متیل دار بشن یا نشن، تا فعال بشن یا نشن. حالا شما سوالای امتحانی، انواع گلیکوزیلیشن آقای پیچار و انگلیکوزیلیشن رو کدوم آمینو اسید انجام میشه؟ آسپارژین. اوگلیکوزیلیشن رو کدوم آمینو اسید انجام میشه؟ سرین. اون قندش چه قندیه اسمش؟ اسم اون قندی که داره به اون پروتئین اضافه میشه ان استیل گلوکوز آمین. بگو ان استیل گلوکوز گلوکوز آمین. یادتون نره این اسم. یا کنه شکلشو یه بار یه شکل دقیق بگه چون اونجا خوب نکشته بود. این الان گلوکوزه، من اینجا آمدیدم. خب این الان گلوکوزه، این نیتروژنش، این گروه استیل سی های سه سی دوگانه او بزنه قطع میشه. اوکی اینم گلوکوزه. حالا ریورسیبل بیندینگ آف اسمال گروپ ها، اسمال گروپ ها رو نام ببریم. فوسفید، متیل، استیل. فوسفید قشنگ میتونه سه پوینت بذاره، فوسفید، متیل، استیل. قش کردون پشت بچه ها. دیسولفید بریج یکی از انواع مودیفیکیشن بود. شما میتونه بگید دیسولفید بریج بین کدوم دوتا امینو اسید انجام میشه؟ دیسولفید یعنی سولفور، سولفور درسته؟ بین کدوم دوتا امینو اسیده؟ خب کدوم بود؟ اسم امین هستش چیه؟ آرژنین. نخیر. شما نخیر. امه مصبا سیستئین. بگو سیستئین شکلش رو به رو کنی بکن. سیستئین سولفور بریج داد. قشنگ سوال امتحانی این تیکه. بعد گفته که کلیویج. بچه کلیویج ها، انواع کلیویج ها رو نام ببرین. گفت سیگنال سیکونس کلیویج. دیگه چی کلیویج؟ انترمینوس کلیویج و پرسرجر کلیویج. گرفتی شو؟ بچه ها تو تمام پی دی اف هاتون این سوالات تها قشنگ یه برگه آچار کن جواباشو در بیاری. این مینیمم فور اگزام همینا میاد. دقیقاً همینا سوال امتحانیه. به قول معروف خر نباشین و بفهمین.